هفته پیش یک ایرانی در مسابقات جهانی پوکر مقام اول رو کسب کرد. حسین انسان که ساکن آلمانه در لاس وگاس برنده 10 میلیون دلار هم شد. حالا او به آلمان برگشته و با مامداد اسماعیلی ملاقات کرده که به ما بگه این پوکر باز حرفه‌ای بیشتر از اون چه فکر میکنه ورزشکاره. لحظاتی فراموش نشدنی برای حسین انسان و حامیانش. حسین بیا اینجا، حسین بیا اینجا، حسین بیا اینجا. این مسابقه جهانی 10 روز پی در پی در یکی از لوکس‌ترین هتل‌های لاس وگاس جریان داشت. حسین انسان روزی 12 ساعت با تمرکز کامل مقابل حریفش بازی کرد تا سرانجام برنده 10 میلیون دلار شد. با او در شهر کوین در یک هتل قرار گذاشتند. در پوکر چیزی که خیلی مشهور هست اون چهره پوکر باز است، پوکر فیس. چیکار باید کرد که پوکر فیس آدم خیلی خوب باشه و طرف رو بشه در واقع گول زد؟ اینا مال فیلمای هالیوود و جیمز باند و این چیزاست که میگن پوکر فیس. اون رو پوکر فیس کسی کار نمیکنه. مثلا من حتما نباید رو میز باشم بازی کنم پوکر فیس داشته باشم. اینو یه چیز عادیه، یه چیز موقعی که شما یه چیزی رو جدی میگیری، متمرکز هستی روش و فوکوس کردی، خب طبیعتا چهرهت عوض میشه. یعنی پس رول بازی نمی‌کنی؟ رول نه، این رولا رو توی فیلم‌های هالیوود بازی می‌کنه. این رول نیست. برای من که رول نیست. من اگه موقعی مثلا توی پوکر آدم می‌بینی عینک می‌زنه یا این که مثلا یه دونه کلاش میاره تو سرش و اینا رول نیست. اینا چیزاییه که مثلا من موقعی که عینک می‌زنم یا کلاه رو می‌ذارم تو سرم، این آرامش خاصی به من میده که دور و برم رو نمی‌بینم. فقط برگا رو می‌بینم و حریفمو می‌بینم. حسین انسان 55 ساله است و اهل اهواز. او 30 سال پیش به آلمان مهاجرت کرد. در ابتدا مشغول به تحصیل در رشته معماری شد، اما بعد یک تاکسی خرید و شرکت تاکسیرانی خودش را تأسیس کرد. حدود 20 سال پیش در کنار کار با بازی پوکر آشنا شد. سعی کردم تو همون اطراف خودم بازیهایی که انجام میشه، مسابقاتی که انجام میشه شرکت کنم و وقتی شرکت کردم دیدم چه بازی قشنگ و چه بازی خوبیه. اونجا باش آشنا شدم اول سال 2000 و وقتی که باش آشنا شدم سعی کردم قشنگ یادش بگیرم. تمرین و بازی‌های پی در پی حسین انسان را حرفه‌ای تر کرد. او برای بهتر شدن به موناکو، قبرس و کشورهای دیگر سفر کرد، اما اولین برد بزرگش در مسابقه ای در دورتموند آلمان بود. نفر اول یه دونه پورشه می‌برد. حالا ما بازی کردیم، فکر کنم تعداد بازیکنان یه چیز حدود 300 نفر بود. تو این 300 نفر من نفر اول شدم. این پورشه رو بردم. پورشه رو سوار نشدم چون ماشین داشتم، فروختمش. سعی کردم بازیمو یه مقدار مثلا از لیگ 2 و 3 ببرم، لیگ 2 و 3 ببرم مثلا لیگ 1. از آن به بعد حسین انسان پوکر را به عنوان شغل حرفه‌ای خود انتخاب کرد و به صورت جدی وارد رقابت‌های مختلف اروپایی شد. خیلی بازی کردم. چند بار برنده شدیم؟ برنده اروپا شدیم. برنده اروپا که بخوام نفر اول بشم، یه بار تو پراگ قهرمان اروپا شدم. خب سال 2015 جایزش چقدر بود؟ جایزش بود 750,000 یورو. واو. بعد ولی قبلش مثلا یک سال قبلش 2014 که اصلا زندگی منو تغییر داد، توی بارسلون بود که من نفر سوم شدم. برای نفر سوم 650,000 تا پول بود. اوه. که اون یه بانکرول، یک بانکرول خیلی خوبی بود که من بتونم این بازی رو ادامه بدم. برای مسابقات جهانی امسال در لاس وگاس حسین انسان 1 سال تمام خودش را آماده کرد. ویدیوهای خود و حریفانش را آنالیز کرد و در کنار آن 5 روز در هفته ورزش کرد. چون باید یه بدن سالم داشته باشی که بتونی تصمیم‌گیری قشنگ هم بتونی انجام بدی. موقعی که روزی 10 روز تمام، روز 12 ساعت رو میز نشستی، نمیتونی که در حالت نیمه خواب با بازیکن‌ها بازی بکنی. حسین انسان خود را یک قمارباز نمی‌بیند. او بیشتر خود را به ورزشکاری حرفه‌ای تشبیه می‌کند که برای رسیدن به هدفش تلاش و تمرین می‌کند و در کنار آن پول در می‌آورد. او مبلغ 10 میلیون دلار را در حسابی در آمریکا واریز کرد و به آلمان برگشت. حالا پول دستتون نرسیده، ولی هدفتون چیه وقتی به دستتون برسه؟
پول که دستم بیاد آخه باید ببینی چقدر پول دستت میاد. من این پولی که مثلا میبینن فرض کن 10 میلیونه، ولی این 10 میلیون دلار تا بیاد یورو بشه کلی از بالا پایینش زده میشه. بعد این پول من یه چیز در حدود 30% مال خودم نبوده، مال مثلا بازیکنایی بوده که با ما شراکت داشتن، بهش میگن سواپ توی بازی پوکر. اینا رو باید اول پرداخت بشه، بعد این پول توی اروپا باید مالیاتش داده بشه. مالیات تو اروپا هم خیلی سنگینه، یه چیز حدود 50% فقط میره برای مالیات، چیزی که وسط میمونه. اینجا سازمانایی هستن که به بچهای سرطانی کمک میکنن، سعی میکنم به اونا یه کمکی بکنم. و توی مملکت خودمون ایران زلزله زده داریم، سیل اومده، یه جایی رو میخوام پیدا بکنم تو ایران مثل فرض کن آقای علی دایی فوتبالیسته به یه جایی کمک کرده، من این سازمان قبولش دارم، میخوام یه جورایی شده علی دایی رو پیدا کنم. حالا به هر حال تا اونجایی که توان دارم یه کمکی با آقای علی دایی بکنم برای زلزله زده ها، اینا رو بتونم یه جورایی هندل بکنم، به زندگی عادی خودم برمیگردم، همون زندگی نرمال. حالا ممکنه مثلا خونه دو اتاقه مون بشه سه اتاقه. حسین انسان میگوید که میخواهد زندگی بهتری برای همسر و دختر آلمانی خود فراهم کند. او قصد دارد سال آینده بار دیگر در مسابقات لاس وگاس شرکت کند و در آینده نیز در مورد این مسابقه پوکر کتابی بنویسد. بامداد اسماعیلی، کلن، آلمان. این آقای انسان علاوه بر اینکه به نظر میاد که انسان واقعی است، در واقع بحث عقل سالم در بدن سالم رو هم به یک سطح دیگه ای برده و نشون میده که ورزش کردن فراتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم در خیلی از کارهای دیگه هم به دردمون میخوره. ممنونم که در این 60 دقیقه همراه من و همکارانم بودین. به پایان 60 دقیقه امشب رسیدیم. میدونین که همیشه میتونید نظراتتون رو با ما در از راه‌های مختلفی که هست با بی بی سی در میون بگذارید. نظراتتون رو در مورد این برنامه هم به ما بگید. از طرف خودم و همکارانم شب بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنم. شب روزتون خوش.